سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان خوب برنامه لایف. امیدوارم که هر کجایی که هستید خوب و خوش و سرحال باشید. امروز برنامه داریم که من مطمئنم هم خود من زیاد استفاده میکنم هم شما. به همراه خانم دکتر فوجان زینی عزیز، پژوهشگر، نویسنده و روانشناس خوب برنامه‌مون هستیم و امروز هم یه مژده داریم که در خدمت آقای دکتر نادر جوادی، بنیانگذار مرکز امید که در مورد سرطان فعالیت دارن و همینطور متخصص سرطان هستیم. من زیاد وقتتون رو نمیگیرم، از بس سوالای قشنگ در ذهن من هست. سلام میکنم به هر دو عزیز و برنامه رو شروع میکنیم. و سلام به همه شما عزیزان، خیلی خوشحالم که دوباره در کنار شما هستم خانم سروش و سعادت بزرگیه که آشنا میشم با جناب دکتر جوادی. خیلی متشکرم. خوش آمدید آقای دکتر. خیلی ممنون، متشکرم خانم سروش و خانم دکتر فوجان. باعث افتخاری در کنار شما عزیزان باشم در این برنامه. برای من یک تجربه جدیده. امیدوارم که بینندگان استفاده ببرن از مطالب امروز. حتما اینطور خواهد بود. من در طی مدت هایی که با شما آشنا شدم از طریق تلفن، البته سالیان سال در تپش، من رفتم ایمیلمو نگاه کردم، دیدم مثلا سال 2011 یه سری سوال از طریق ایمیل برای شما فرستادم و شما سالیان سالی که در این رشته دارین فعالیت میکنین. خوشحالیم که الان امیدهای بیشتری در این رشته هست و صحبت های شما دارین که امید بیشتری رو در همه ما زنده میکنه و دوست داریم اول در مورد این تحولاتی که در دنیای پزشکی در مورد کانسر و سرطان به وجود اومده و به خصوص در مرکز شما، کارهای فوق‌العاده‌ای که در جهان بی‌نظیره رو دارین انجام میدین، با این امید شروع بکنیم و بعد بریم به سراغ سوالات دیگه. در خدمت شما هستیم. بله، عرضم حضورتون که مرکز درمانی امید یا هوپ هلت سنتر تقریبا حدود 9 سال پیش تأسیس شد. هدفش و در حقیقت اون ایده اصلی و هدف ما از این تأسیس این مرکز این بود که بتونیم به بیماران سرطانی که از طریق متعارف و استاندارد نمیتونن جواب بگیرن، از طریق یک درمان ویژه و انحصاری سرطان اینها رو معالجه بکنیم. اکثر بیماران، البته من خطابم به فقط بیماران سرطانی پیشرفته نیست، هر بیمار سرطانی در هر جا که هست باید از طریق مخصوص معالجه بشه. این روش بهش میگن پریسیژن آنکولوژی یا درمان ویژه و انحصاری. هدف ما در این مرکز اینه که به این بیماران به هر نحوی که هست کمک بکنیم تا نتیجه مطلوبی رو بگیرن. گاهی اوقات این بیماران بیماریشون بسیار پیشرفته است و نتیجه نگرفتن، حاصل نشده از درمان استاندارد و یا واجد شرایط پژوهش های علمی هم نیستن و متاسفانه گزینه دیگه برای اینا وجود نداره و هیچ در حقیقت امیدی برای ادامه زندگیشون نبوده. ما با این افراد شروع کردیم و سعی کردیم که با یک روش نوین و در حقیقت میشه گفت منحصر به فرد برای هر شخص ویژه پروتکل هایی رو طراحی بکنیم که بتونیم اینا رو به زندگی برگردونیم. با اینکه نمیتونیم اینها رو علاج قطعی بکنیم، حداقل کیفیت زندگیشون رو بهتر کنیم و در نهایت طول عمر این بیماران رو بیشتر کنیم با یک کیفیت قابل قبول. هدف این بوده، از 9 سال پیش تأسیس شده. بسیار از این پروتکل هایی رو که ما در این مرکز درمانی انجام میدیم بعدها سالهای بعد توسط مؤسسه تغذیه آمریکا یا FDA مهر تایید گرفته و به صورت استاندارد انجام میشه. در صورتی که این پروتکل ها رو ما سالها پیش طراحی کردیم، به بیماران محدود خودمون، مرکز درمانی خودمون دادیم، ولی خب برای اینکه شما بتونید اینو به صورت استاندارد انجام بدید لازمه که پژوهش های در سطح وسیع تر با بیماران بیشتری انجام بشه که این در مرکز درمانی مختلف در امریکا و در سطح دنیا انجام شد و بسیار از این پروتکل‌هایی که ما ابداع کردیم بعداً FDA اینا رو تایید کرد و به صورت استاندارد الان داره استفاده میشه برای بسیار از بیماران. به هر حال مرکز درمانی امید همونجوری که اسمش هست، در واقع یک مرکزی که ما یک امید دیگری رو در قلب این بیماران می‌کاریم و سعی می‌کنیم که تا
اونجایی که امکان داره بهشون کمک بشه، چه از طریق خود این بیماران که در حقیقت بیمه هایی که دارن، از طریق بیمه هایی که خودشون دارن. بیمارانی که بیمه ندارن ما سعی کردیم که از طرق مختلف که بعدا بهش اشاره میکنیم بهشون کمک های لازم رو بکنیم. خوشحالم که خانم دکتر فوجان زینی عزیز رو هم به همراهمون داریم. طبق معمول در برنامه لایف و از امید صحبت کردید، دوست دارم که ایشون هم صحبتهایی رو راجع به این مسئله و بیمارانی که بهشون مراجعه میکنن و دچار این مسائل هستن بشنویم و بعد بریم سراغ سوالات بعد. خیلی خوشحالم که میشنوم از شما جناب دکتر جوادی که یک فضایی به وجود اومده، مخصوصا برای کسانی که شاید از مدل‌های معمولی که برای درمان سرطان هست نتونستن بهره برداری بکنن، اینه که یک امید دیگه‌ای برای اونها هست. از نظر در حقیقت احساسی هم خود کسی که یک دفعه میشنوه که بیماری سرطان رو داره، جالبه که برای همه این هستش که اولین تجربه اینه که it's a death sentence، پس برای که من قراره بمیرم و زندگیم دیگه نباشه، در حالی که خب امروزه به خاطر مسائل علم و پژوهش هایی که به وجود اومده در حقیقت خیلی تغییر پیدا کرده و مخصوصا حالا مواردی مثل سرطان سینه و خیلی از سرطان های دیگر رو میبینیم که میتونن این مسئله زندگی به اونها برگرده و حتی همونطور که شما فرمودین quality of life، محتوای زندگی اونجوری که بوده برگرده بهشون. سرطان یکی از بیماری هایی که از نظر روحی در کنارش افسردگی و تشویش و اضطراب خیلی خیلی زیاد میاد، نه فقط برای خود بیمار بلکه برای تمام اشخاصی که اطراف اونها هستن، دلهوره خیلی زیاد و بعد دیدن اینه که بعضی موقع این بیماران درد خیلی زیادی دارن، دیدن عزیزی که داره بالا پایین میره توی اون دردها، شیمی درمانی ها و و و خیلی تأثیر بسزایی داره. در نتیجه مثل این میمونه که شما دارین یواش یواش سوگواری میکنید حالا برای مرحله زندگی، نه تنها خود زندگی، برای اینکه خیلی از کسانی که مراحل شیمی درمانی یا روشهای دیگر رو میرن و میبینیم که یک زمانی در بدن اونها دیگر سلولای سرطانی نیست، ولی انگار یه مهری زده و خیلی اتفاقا بعد از اون میبینین زندگی هاشون رو تغییر میدن، انگار دوباره زندگی پیدا کردن، دوباره این امید رو پیدا کردن، کارهایی که تو زندگیشون میکنن متفاوته، خیلی جاهایی که زیاد از حد داشتن بارهایی رو بر میداشتن بارها رو میذارن زمین، مدل لایف استایل، مدل غذا خوردن، زندگی کردن، استرس آوردن ها رو میذارن زمین و میبینیم که یه بیماری که از یک لحاظی انگار طرف رو با مرگ روبرو میکنه و وقتی که آماده میشه و میبینه خب یک زندگی دوباره پیدا کرده، عملا فضای زندگی خودش رو تغییر میده برای بهبود برای خودش و اطرافیانش. دقیقا. و این مرکزی که آقای دکتر در موردش صحبت کردن، واقعا برای خود من این تجربه رو دارم که به عزیزان بیننده بگم، وقتی که به یه بنبستی میخوری و بعد یه دریچه یه نور یه دری برات باز میشه، اینقدر حالت خوب میشه و این امید هم از نظر ذهنیت هم از نظر عملی حالتو خوب میکنه، هم اطرافیان امیدوار میشن و این اسمی که انتخاب کردن برای مرکزشو من فکر میکنم فوق‌العاده است. حالا از حضورتون استفاده بکنیم و از خود پیشگیری صحبت بکنیم اول، یعنی از سلامتی بریم به سوی مسائلی که حالا اگه رعایت نکنیم به بیماری تبدیل میشه. پیشگیری در کانسر یا سرطان یعنی چی؟ یعنی ما چی کار باید بکنیم؟ این اسمش میشه پیشگیری. در ابتدا باید اینو عرض کنم خدمت شما که هر کسی که بیماری سرطان میگیره معناش مرگ نیست. حتی این مسئله خیلی مهمه، من در تمام سخنرانیام در برنامه‌های تلویزیونی رادیویی دارم به این مسئله اشاره می‌کنم که اگر کسی به این بیماری سرطان مبتلا شد، حتی در مراحل پیشرفتش این به معنی حکم مرگ نیست. بسیار از بیماران سرطانی حتی در مراحل پیشرفته ما میتونیم بیماری رو از یه حالت حاد و کشنده خارج بکنیم و تبدیل کنیم به بیماری مزمن که باهاش زندگی بکنن، مثل فشار خون، مثل بیماری قند که احتیاج هست یه داروی بخورن و اون بیماری تحت کنترل بیاد. و واقعا این اتفاق این روزا افتاده به خاطر تکنولوژی که الان در اختیار ما هست که متاسفانه به نحو احسن در تمام مراکز درمانی دنیا انجام نمیشه. ما سعی کردیم این کار رو در مرکز درمان خودمون
انجام بدیم. اون چیزی که تکنولوژی امروز به ما اجازه میده، ما به نفع اصلا برای تک تک بیمارانمون استفاده میکنیم که کیفیت زندگیشون بیشتر بشه، بهتر بشه و یک عمر نسبتاً طولانی داشته باشن، مثل یک بیماری مزمن باهاش زندگی بکنن. در مورد پیشگیری، اولین مسئله آگاهیه. ببینید، شما وقتی آگاهی داشته باشید، وقتی که اخبار رو دنبال کنید، وقتی که اطلاعاتی رو که لازمه برای سلامتیتون در اختیار داشته باشید، حالا این اطلاعات رو یا دکتر معالجتون، دکتران پزشکان داخلی یا پزشکان در حقیقت خانواده در اختیار بیمار میذارن، یا خود بیماران میتونن مطالعه بکنن. به خاطر علم الان دیگه اینترنت و سوشال میدیا همه جا هست و این اطلاعات در دسترس عموم هست. پس اول باید خودمون رو آگاه کنیم در مورد بیماری سرطان و پیشگیری های لازم. معمولا پیشگیری هایی هست که از سن خاصی شروع میشه برای پیشگیری سرطان. در امریکا معمولا سن 50 سال تعیین شده برای اون آزمایشات لازم برای پیشگیری از سرطان. برفرض در خانم ها ماموگرام از سن حتی 40 سال ما پیشنهاد میکنیم. برای کسانی که سیگاری هستن، به عنوان مثال بیشتر از 10 سال سیگار کشیدن، پیشنهاد میکنیم که سی تی سکن از ریه‌شون بگیرن حتی سنین 30-40 سال، که اون تومورهای اولیه رو در مراحل اولیه کشف بکنیم و نجاتشون بدیم. ولی به صورت کلی اگر در خانواده فردی از افراد درجه یک خانواده یا از افراد فامیل از نسل به نسل دیگه در همون نسل فعلی مبتلا به سرطان شده، طبیعتاً این شخص به طور نسبی نسبت به افراد دیگه‌ای که سرطان در خانواده‌شون نیست یک مقدار ریسکش بیشتر. این شخص باید برای پیشگیری از سرطان به فکر باشه از سنین پایین‌تر. به جای اینکه از 50 سال بخواد این کار بکنه، میتونه از سن 30 سال حتی 40 سال در موارد مختلف این پیشگیری رو انجام بشه. انواع مختلف پیشگیری ها هست برای سرطان های شایع. سرطان شایع در زنان سرطان سینه هست، در مردان سرطان پروستات، و بعد سرطان ریه و سرطان روده بزرگ جز سرطان های شایع هستند. پس پیشگیری های برای سرطان با این نوع سرطان ها سرکار داره که معمولا از سن 40 تا 50 شروع میشه، طبقه یه سری دستوراتی که پزشکان معالج معمولا اینها رو به بیمارشون میگن. کولونوسکوپی مثلا برای سرطان روده بزرگ از سن الان 45 سال یا 40 سال پیشنهاد میشه، قبلا 50 سال بود. به هر حال تست های مختلف و در حقیقت لابراتواری که استفاده میکنیم بستگی داره به نوع سرطانش، میتونیم این تست ها رو انجام بدیم. اما مسئله مهم اینه که خود خانواده، خود فردی که این برنامه رو گوش میکنه یا میخواد پیشگیری بکنه، اول از خانواده خودش شروع کنه، ببینید چه سابقه وجود داره، از اونجا ریسکش مشخص میشه. ولی هر شخصی در هر سنی میتونه برای سرطان، لازم نیست تا 50 سال هم صبر کنه، میتونه برای پیشگیری اقدام کنه. معمولا عوارض سرطان سالها قبل از بروز تومور خودشو میتونه نشون بده. اگر کسی میگن که بهترین دکتر انسان خود آدمه، خود آدم بدنشو میشناسه، نرمشو میشناسه، من میدونه که چه حالتی ممکنه درش تغییر ایجاد شده باشه. اگر ما تغییر در بدنمون احساس کردیم که برای ما آشنا نیست، کمبود وزن شدید یا برفرض سرفه مداوم یا یه درد مزمنی که بدتر داره میشه، اینا همه یک نشانه هایی هست که ممکنه یه اتفاقی در بدن ما داره میفته و میتونه یک سرنخی باشه ما برید دنبالش و به پزشک مراجعه کنیم. پس مسئله اول آگاهی، مسئله دوم منکر مشکل بدن خودمون نشیم، نترسیم. اینا خب من بعد میدم بحث رو ادامه بدم خانم دکتر، اما مسئله مهم اینه که ما همیشه ترس از این داریم که ممکن یه بلای سر ما بیاد، از اون ترس اگه یک سیمتوم یه عارضه‌ای داریم چشم پوشی میکنیم، مخفی میکنیم، منکرش میشیم و خدای نکرده ممکنه یه مسئله مهمی باشه و منجر به یک بیماری غیر قابل علاج بشه. پس آگاهی و هوشیاری و قبول این که ممکنه ما مریض بشیم، ممکنه مشکلی داشته باشیم، باید بریم دنبالش. تمام اینا به هم ارتباط داره و میتونه
به موقع جلوی یک سرطان رو بگیره و از حالت غیر قابل علاج تبدیلش کنه به بیماری که کاملا علاج پذیر هست. البته من متشکرم از شما میشنوم جناب دکتر، بعد بفرمایید اگر درست شنیدم، یعنی که الزاماً این راهی نیستش که ما مثلا آیا مدلی زندگی کنیم که سرطان نگیریم، آیا بیشتر این حالتی داره که اگر که دردهای یا تغییراتی در بدن میبینیم هرچه زودتر با این تست هایی که وجود داره شاید که ببینیم یک اتفاقی داره میفته و انقدر سریع جلوی این سلول های سرطانی رو بگیریم که بخیم نشه، آیا اینو درست میشنوم، یا اینی که آیا مدل هایی هم هست که کارهایی هست که ما میتونیم با مدل زندگی بهتر شرایطی رو به وجود بیاریم که حتی بیماری سرطان سراغ ما نیاد؟ بله، ببینیم بحث خیلی طولانی که شاید در برنامه امروز ما واقعا وقت بنز کافی نباشه که راجبش صحبت بکنیم. اصولا لایف مودیفیکیشن، شما فرض کنید که یک زندگی سالم و صحیح بخواید داشته باشین که مبتلا به سرطان نشین، این یک بحث جزاست. خب تغذیه شاملش میشه، ورزش هست، اصولا کسانی که ورزش میکنن، کسانی که تغذیه مناسب، به طور مثال میگن تغذیه مدیترانه‌ای که شامل سبزیجات و میوه‌جات و پروتئین هم اینا هست، همراهش حرکت باید باشه، وزن مناسب، وزن کسانی که وزنشون بیشتر از حد معمول هست و اوورویت هستن، اینجور اشخاص در معرض دیابت هستن، در معرض چاقی هستن و در معرض ابتلا به سرطان هستن. پس یک زندگی که توأم با تغذیه مناسب باشه، ولی یک نوع تغذیه هم هیچ وقت پیشنهاد نمیشه که بعضی فکر میکنن فقط ویجیتریان باشن، فقط گیاهخوار باشن خوبه، در صورت که این اشتباه است. خود گیاهخواری، صرف گیاهخوار آدم باشه، باعث ایجاد التهاب در بدن میشه. تنوع غذا و تغذیه هست که مهم هست. شما اگر به یک نوع تغذیه تکیه بکنید، یک نوع تغذیه میتونه به مرور زمان در بدن شما التهاب ایجاد کنه، التهاب مزمن بستر ایجاد سرطانه. پس تنوع در تغذیه، سبزیجات، میوه‌جات، حتی گوشت هم میشه مصرف کرد، گوشت قرمز کمتر، گوشت سفید، ورزش و تحرک، نگه داشتن وزن در یک حد تعادل، اینا چیزایی که ما میتونیم انجام بدیم. آیا ویتامین باید بخوریم، مالتی‌ویتامین بخوریم؟ هیچ استادی پژوهشی نشون نداده که خوردن ویتامین میتونه جلوی سرطان رو بگیره، حتی میتونه بعضی از سرطان ها رو زیاد بکنه. این پژوهش ها شده. پس این که خدمتتون عرض کردم، یکی اون شما فهمیدین این بحث خیلی طولانیه، تغذیه و در حقیقت ورزش خیلی کمک میتونه بکنه، و یکم توجه به مسائل خانوادگی هست، سابقه خانواده در زمینه سرطان، اینا همه با هم دیگه میتونه یه مقدار به ما در حقیقت گوشزد بکنه که ما در چه ریسکی داریم و چه کارهایی باید بکنیم برای پیشگیری. چون پیشگیری برای هر سرطانی فرق میکنه. اگر مثلا برفرض در یک خانواده سرطان روده بزرگ وجود داره که از پولیپ ایجاد میشه، خب این افراد باید کولونوسکوپی بشن از سنین پایین‌تر، حتی از 20 سال، که اون پولیپا رو در بیاریم که تبدیل به سرطان نشه. اگر یک در یک خانواده سرطانی سینه در خانم‌ها دیده میشه، ماموگرام که عکس برداری از سینه هست باید از سنین پایین‌تر شروع بشه. هر کدوم از اینها بستگی داره به نوع ریسک در اون خانواده که ما چطوری میتونیم پیشگیری کنیم. اما به طور کلی تغذیه سالم مدیترانه‌ای، تحرک، کنترل قند خون، کنترل فشار خون و کنترل یک وزن مناسب، از چاقی دوری بکنیم، این میتونه کمک بکنه برای پیشگیری از سرطان. آقای دکتر، از ویتامین ها گفتین، موضوع اینه که الان در فرهنگ ما به خصوص میبینیم که صبح که آدم ها بیدار میشن یه دفعه روی کانتر آشپزخونه شون انواع ویتامین رو چیدن و اول صبح همه اینا رو میخورن. حالا اگر شما بفرمایید که آیا ویتامین دی و سی هم جز این ویتامین هایی هستش که شما فرمودین که بله، اونم ممکنه. تنها ویتامین هایی رو که ما 100% پیشنهاد میکنیم و چون کمبود داریم، ویتامین دی برخاست. ببینید ویتامین هایی که کمبود در بدن هست شما باید جایگزین کنید. ویتامین هایی که به طور نرمال در بدن ما وجوده و کمبودی نیست، لزومی به خوردن زیادش نیست. ویتامین دی تقریبا 90% افراد شهرنشین ها
ما کمبود ویتامین دی داریم که باعث ایجاد سرطان میشه، باعث بیماری قلبی و عروقی میشه و خیلی مسائل دیگه، پوکی استخوان. پس ویتامین دی جز اون چیزهایی که ویتامین های ضروری هست که باید مصرف بشه. ولی مثلا شما ویتامین سی اضافه بخورید، ویتامین بی اضافه بخورید، هیچ دردی رو دوا نمیکنه، چون ما بنز کافی از تغذیه‌مون میگیریم. و حتی نشون داده شده که بعضی از ویتامین ها مثل برفرض فیش اویل، روغن ماهی، کسانی که استفاده کردن، در مردان که روغن ماهی استفاده کردن 33% سرطان پروستات بیشتر دیده شده. پس ببینید خوردن زیادی ویتامین ها ممکنه که برامون منفعت هم نداشته باشه، حتی مضر باشه. این محتویاتی که در ویتامین ها میگذارن، مواد ترکیبات شیمیایی که اینا رو به هم بچسبونه و اینها رو نگه داره، خود اینا میتونه التهاب در بدن ایجاد کنه و به منجر به سرطان حتی بشه. پس فقط ویتامین هایی که کمبود هست و ضروری هست، مثل ویتامین دی، مثل کلسیم که ممکنه کم باشه با کهولت سن، ما پوکی استخوان پیدا میکنیم، خانم ها بعد از دوران یائسگی پوکی استخوان میتونن پیدا کنن، کلسیمشون پایین هست، اینا باید استفاده بشه. اما چیزهایی که به طور نرمال در بدن ما وجود داره و کمبودی وجود نداره، با خوردن بی رویه اضافه بر اون کمکی نمیکنه و حتی میتونه خطرساز باشه. در مورد خوراکی های هورموندار هم یک کم برامون بگی، بعد بریم سراغ خانم دکتر عزیزمون که از نظر ذهنی هم ببینیم باید چه کار کنیم که دچار اون ترس ها نشیم. خوراکی هورموندار منظورتون مثل سوی، مثلا شیر سوی، چیزای الان ببینید سوی یک نوع استروژن گیاهیه. کسانی که سرطان سینه دارن، سرطان پروستات در مردان، ما پیشنهاد نمی کنیم که سوی استفاده بکنن، چون اون استروژن میتونه در حقیقت مثل یک بنزینی که رو بریزین رو آتش، و بیماری که سرطانش وابسته به استروژن هست، وقتی که شما سوی استفاده بکنید میتونه باعث رشد سرطانش بیشتر بشه. پس پیشنهاد نمی کنم که به صورت مداوم کسی سوی استفاده بکنه. همونجور که خدمتون عرض کردم، یک تغذیه در حقیقت متوازن و حالت مدیترانیان داشته باشه و تنوع داشته باشه. فقط با یک تغذیه شما اگه برین جلو هر اتفاقی میتونه بیفته. پس این تغذیه هایی که هورمونی هستن ما به طور کلی پیشنهاد نمی کنیم، مگر اینکه اون فرد چیز دیگه گیرش نمیاد که بخوره، بس محصولات سوی وجود داره که باید استفاده کنیم، به طور محدود اشکالی نداره میتونه استفاده کنن. ولی اگر بیماری دارن که میتونه ارتباط داشته باشه با اون هورمون به خصوص که در سوی هست، خب طبیعتا نباید استفاده بشه، و یا داروهای دیگه مثل اون که هورمونی هستن و به صورت ساپلیمنت استفاده میشه، اینا رو ما باید دقت کنیم. خیلی زیاد من این رو توی این 30 سالی که با اشخاص کار کردم دیدم، و البته من خودم هیچ نوع تحقیق به خصوصی که این دوتا رو به هم وصل کرده توی ساینتیفیک جورنال ها ندیدم. حالا واسه همینم دارم از شما دکتر جوادی سوال میکنم، اینو در فضای تجربی من این رو تجربه کردم، نه از فضای تحقیقاتی ساینتیفیک. و اونم کسانی هستن که خیلی خشم دارن و خشمشون رو نگه میدارن و دائم اون رو یک جوری، یعنی سیستم فکری اونها فضایی رو برای اونها به وجود میاره که اون سیستم فکری دائم داره خشمشون رو زیادتر و زیادتر میکنه. و این اشخاص رو بعد از مدتی متاسفانه هی شنیدم که برگشتن توی دفتر من و گفتن که دیاگنوز شدن با سرطان، مخصوصا بانوانی که با سرطان های سینه. این رو مدتی مثلا دیدم 2 سال 3 سال 4 سال اینها هم تو این خشم و تو این استرس بودن. کسانی که خیلی استرس بالا داشتن باز این رو دیدم. حالا یه صحبت بسیار زیبایی که شما فرمودین، گفتیم که وقتی که بدن التهاب پیدا میکنه، خب این التهاب زمینه ای رو به وجود میاره برای این مسئله.
ولی اینو باز میگم کسانی که استرس بالا تو زندگیشون نگه داشتن و اگر بین تمام احساسات رو نگاه بکنیم، اونهایی که خشم رو دائم در حال نگه داشتنن، من این رو بیشتر دیدم. مثلا میخواستم از شما بپرسم دکتر، آیا ساینتیفیک تحقیقاتی هم شده راجع به این مسائل که آیا احساسات انسان ها و جوری که تو اون رو دارن تو خودشون رو تو استرس نگه میدارن توی حالا مسئله کاری، مسئله ارتباطی یا هرچی هست، آیا کوریلیشنی به وجود اومده توی تحقیقات یا نه؟ بله، این مسئله مورد سوال بوده سالها و یک سری تحقیقات آزمایشگاهی در حد آزمایشگاه فکر میکنم در مؤسسات بزرگ مثل هاروارد و جانز هاپکینز انجام شده بود. استرس و دیپریشن در حقیقت پایین بودن اون حالت مود انسان که میاد پایین، سرد میشه نسبت به محیطش، بی تفاوت میشه، حالت دیپریشن که ما هممون سراغ داریم از اون مسئله و مشابه اون استرس های دیگه که وجود داره و افرادی که در معرض استرس و فشار روحی هستن برای سالیان دراز، حتی کسانی که برخاست در زندان بودن، بازماندگان جنگی، مناطق جنگی، کسایی که در خانوادهشون به هر حال اتفاقات زیادی میتونه بیفته که باعث استرس بشه و فشار روحی. چیزی که نشون داده شده در آزمایشگاه به صورت علمی این است که فشار روحی و استرس میتونه تی سل فانکشن، یعنی سلولای ایمنی بدن که به اونا میگن تی سل، گلوبولای سفید هستن، ما انواع مختلف داریم، تی و بی داریم. گلوبولای سفید تی مسئول ایمنی بدن هستن که در مقابل ویروس ها و سرطانی که هر ثانیه در بدن ما ایجاد میشه واکنش نشون میدن، از بین میبرن. استرس و دیپریشن و فشار روحی میتونه ایمیونیتی بدن ما رو بیاره پایین، تی سل فانکشن بیاره پایین. البته کاز افکت یا در حقیقت علت و معلولش کاملا مشخص نشده، ولی یک ابزرویشن، یک مشاهده کلینیکی بوده که نشون داده شده که میتونه استرس زمینه ساز در حقیقت بیماری ها و سرطان باشه به خاطر اینکه ایمنیت بدن میاد پایین. حالا تا چه حد این میتونه تاثیرگذار باشه کسی نمیدونه. افراد همونجور که میدونیم ما از لحاظ ژنتیکی متفاوت هستیم، واکنش ما نسبت به استرسی که به ما وارد میشه متفاوته، بنابراین یک پارامتر همگونه و مشخصی نیست، خیلی هتروژن، خیلی ناهمگونه و ما نمیتونیم دقیقا در این مورد یک پژوهش علمی بکنیم که مشخص بدونیم که چه مقدار استرس باعث چه مقدار ضرر و زیان و سرطان میشه، چون همه افراد مختلفن، 7 میلیارد انسان 7 میلیارد ژن مختلف دارن، ولی بی تاثیر نیست، اینو نشون دادن. ما دو دقیقه دیگه وقت داریم، فقط من یک سوال دیگه هم برام مطرح بود، اونم اینه که در این سنتر امید، سازمان امید که شما دارین، آیا این پروژه جدیدی که دارین و تکنولوژی جدیدی که برای درمان سرطان هست، آیا برای تمام سرطان ها هست یا فقط برخی از سرطان ها هست؟ برای تمامی سرطان ها هست و این چون سرطان یک بیماری هست که در حقیقت بر اثر ناهنجاری ژنی یا جهش های ژنی ایجاد میشه و هدف ما در این مرکز اینه که اون جهش های ژنی رو که باعث رشد و نمو به سرطان میشن پیدا بکنیم و دقیقا اونا رو هدف قرار بدیم که بهترین نتیجه رو بگیریم. بنابراین این ژن ها چون برای هر شخص ویژه هست و دقیقا منحصر به فرد در اون شخص هست، درمان هایی که ما در اینجا طراحی میکنیم اکثرا منحصر به فرد در اون شخص ویژه است. اگر یک شخص بیماری دیگه با همون سرطان بیاد ممکنه یه پروتکل درمانی دیگه بگیره. به همین سبب است که معمولا نتایج بهتر هست و کیفیت زندگی در کوتاه مدت بهبود پیدا میکنه. چقدر ما داریم یاد میگیریم، ولی متاسفانه رسیدیم به دقایق پایانی برنامه. فقط یه سوال، آیا آدمای سالم هم میتونن به این مرکز بیان و ژنشون رو تجربه کنن، ببینن مورد آزمایش قرار بدن؟ مسلما همینه، همونجوری که شما فرمودید پیشگیری، یکی از اون راههای پیشگیری انجام آزمایشات ژنتیکی هست. اگر کسی در خانواده‌اش سرطان هست میتونه بیاد و این آزمایش انجام بده. حتی اگر نیست
و شخص کاملا سالم هست، باز این انجام آزمایشات ژنتیکی میتونه حداقل یک سرنخی به ما بده که آیا ریسکی در آینده وجود خواهد داشت یا نه. و معمولا اکثر بیمه ها کوشش میدن اینا اگرم نباشه هزینه بالایی نداره و واقعا برعکس من ارزشش رو داره آدم یه مقدار کمی خرج بکنه که ریسک سرطانش رو بده. سپاسگزارم. مرسی خانم دکتر عزیزم. اگر سوالی هست یک جنبندی بفرمایید، ولی یه عالم سوال تو ذهن من پیش اومده که همینجا از این فرصت استفاده میکنم، از آقای دکتر وقت میگیرم برای برنامه‌های بعدی و فرصت‌های بعدی که بتونیم در خدمتشون باشیم، چون من میخوام، چون این برنامه در سراسر دنیا پخش میشه و ایرانیان عزیزمون هم الان در موقعیتی هستن که واقعا به کمک احتیاج دارن، از نظر دارو، از نظر اینکه کانسالت بکنن، صحبت بکنن، مشاوره بگیرن. مرکز شما چه کاری میتونه، چه امیدی به ما میتونه آخر برنامه بده و بریم به سراغ؟ من از ایران خیلی به من به ما مراجعه میکنم، افرادی هستن که واقعا مستعصل هستن، از لحاظ دارو در مضیقه هست ایران متاسفانه و از لحاظ تکنولوژی ژنتیکی. ما از طریق مؤسسه خیریه خودمون که همون مؤسسه خیریه امید هست وابسته به کلینیک ما، سعی میکنیم که اگر بتونیم یه مقدار فاند ریزینگ بکنیم و بعضی از این هزینه ها رو تامین بکنیم برای عزیزانی که بیمار هستن و قدرت در حقیقت اون هزینه درمان رو ندارن، و امیدوارم که در آینده بتونیم که با در حقیقت آشنایی با این مرکز درمانی و همچنین با فاندیشنی که ما داریم، مرکز خیریه، بتونیم کمک بیشتری و تمام کمک هایی که به مرکز خیریه میشه هر پنیش میره برای بیمار، هیچ تمام والنتیر هست، تمام در حقیقت داوطلب هستن و هیچ خرجی حتی برای ادمنستریشن، برای هیچ کاری انجام نمیشه. این خیلی مهم هست که عزیزان بدونن و معافیت مالی هم داره برای کسانی که کمک بکنن و مستقیما برای بیماران سرطانی هزینه میشه. خانم دکتر جنبندی، خیلی ممنون و بسیار خوشحالیم که همچین شرایطی به وجود اومده. من فکر میکنم که بقیه عزیزانی که دارن از سراسر دنیا با ما رو میشنوند در رادیو قاصدک یا میبینن در تلویزیون تپش بتونن که دست بیابن، حالا چه برای خودشون دارن این کمک رو میگیرن و یا اینی که از فضای مالی میتونن که کمک بکنن به این انجمن که بتونه کمک بکنه به کسانی که در حقیقت احتیاج دارن. و هر صورت از هر نوعی این سازمان امید داره فضا رو به وجود میاره که این خیر رو به آدما بده و کسانی که خیر خواهن بیان و وصل بشن به فضا که به وجود بیارن. در صورت مرسی از اینی که لطف کردین، وقت عزیزتون رو به ما دادین. خواهش میکنم، لطف کردین، متشکرم از اینکه دعوت کردین منو در برنامه شما. باعث افتخار. متشکر. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار. Thank you.